در اولین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ و جو بایدن اساسات های یکدیگر انتقاد کردند. دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا در مناظره انتخاباتی با جو بایدن روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را خجالت آور دانسته و افزوده است که آمریکا میلیاردها دلار تجهیزات نظامی را در افغانستان جا گذاشته است. جو بایدن برای خروج از افغانستان برنامه قدرتمندی را طرح‌ریزی کرده بود و روند خروج از افغانستان لحظات خجالت آوری برای ایالات متحده آمریکا در طول تاریخ بود. اما در سوی دیگر جو بایدن سیاست خود را در روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان موفق دانسته و گفته است که صدها هزار شهروند و سرباز آمریکایی را از افغانستان موفقانه خارج کرده است. ما شاهد کشته شدن مردم افغانستان در زمان حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا بودیم که حتی در مورد کشته شدن مردم افغانستان واکنشی نشان نداد. اما پرسش اینجاست که مناظره میان این دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا در قبال افغانستان بیانگری چی می باشد؟ صحبت هایی که در مناظره ترامپ و بایدن صورت گرفت، بخصوص در مورد تجهیزات بجامانده از امریکا در افغانستان و فرار امریکا از افغانستان، این و صحبت ها فقط خریدارایش در داخل امریکا به خاطر ترفندهای استخباراتی استفاده میشه. سیاست خارجی امریکا به دست استخبارات امریکاست و رئیس جمهور فقط یک نقش تشریفاتی داره، قدرت اجرایی طور برنامه به دست استخبارات امریکاست. امریکا نتوانست به هدفی که به خاطر مبارزه توریسم در افغانستان تعیین کرده بود که شهر ما را از شر توریسم نجات دهد، بلکه به خاطر نجات جان سربازان امریکایی و اعتداد اتباعی امریکایی در افغانستان حضور داشتن، با خروج اجرانه و با شتاب افغانستان را به بحران کشانیده و مردم افغانستان را بیشتر نوشت ساختند. گفته نیست که امارت اسلامی همواره تاکید کرده که امریکا را در افغانستان شکست داده و آن کشور را مجبور به ترک افغانستان کرده است.